اما ویژگی های اولیه جزء 3. ببین اولین و مهمترین ویژگی جزء 3 رو میخوایم باش کار بکنیم که تو همه جا از این استفاده میشه. دقت کنید که این ویژگی چیه. اولین ویژگیش اینه که اگر براکت x مساوی با k باشه، k حتما عضو زده، یعنی حاصل براکت عدد غیر صحیح نمیتونه باشه، حتما باید عدد صحیح باشه. اون موقع x میشه بین k تا k به اضافه 1. حواست باشه سمت چپ مساوی داره اما سمت راستش مساوی نداره. دقت کنید، گفتم حاصل براکت حتما عددی صحیح است و اگر برابر عدد غیر صحیح شود فاقد جواب است، همون تأکیدیه که اینجا هم کردیم. دومیشو نگاه بکن، نوشتم برای محاسبه حاصل براکت محدوده داخل براکت مهم است، همون حرفی که تو فیلم قبلی بهتون گفتم، گفتم x مهم نیست توی براکت، مهمه برای ما. گفتم این محدوده را در اعداد صحیح میشکنی، مثلا در براکت x اگه x بین 2 و 5 باشه، 2 و 5 مساوی داره، هر جا عدد صحیح بشه باید بشکنیمش. یعنی چی؟ از 2 میریم تا سر 3، 3 مساوی نداره، بعد از 3 میریم تا سر 4، بعد از 4 میریم تا سر 5 و خود 5. چرا؟ چون هر جا توی براکت بشه عدد صحیح باید بشکنیمش. بچه این تو رسما خیلی به درد ما میخوره، پس حواستو جمع کن، هر جا توی براکت شد عدد صحیح محدودمونو باید بشکنیم. و این ویژگی چی میگه؟ میگه براکت اگر مساوی یه عدد صحیح بود، اون داخلش بین خودش و یه دونه بیشتره. ببین اگر عدد صحیح بود، حالا ببینیم چی داریم. گفته توجه کنید که همیشه عدد صحیح در ابتدای بازه است و در انتهای بازه تساوی نمیگیرد. اینم تأکید کردم برات، آخر بازه، البته به شرطی که اون عدد آخریه تو براکت و عدد صحیح کنه ها. اگر شما داریم بازه رو میشکنی، هر جا تو براکت داره عدد صحیح میشه باید بازه رو بشکنی، پس اون آخریه بازش چی میشه؟ باز میشه. اولین سوال یه سوال ساده، گفته جواب معادله براکت یک منهای 2x مساوی با 5 کدام است. خب ما گفتیم اگه براکت حاصلش برابر عدد صحیح بشه، که اینجا داره میشه، براکت حاصلش برابر عدد صحیح باشه، هر چی که داخلشه می‌نویسیم بین خودش و یه دونه بیشترش. خب الان خودش چنده؟ 5. یه دونه بیشترش چنده؟ 6. پس من میگم یک منهای 2x بین 5 و 6. حالا ما میخوایم x رو دراریم، این یکی اینجا اضافیه، منهای یکش میکنم میشه 4، منهای 2x 5، این منهای 2 اضافیه، پس تقسیم بر منهای 2 میکنم. وقتی به منهای 2 تقسیم بکنم اون 4 میشه منفی 2، این 5 میشه منفی 2.5. فقط حواست باشه جهتش هم برمیگره، پس x میشه بین منهای 2 تا منهای 2.5. سوال بعد گفته جواب معادله براکت x بذار براکت x رو بذار 3 تا براکت 5x مساوی 1/5 کدام است. دانش آموز اولش که ظاهر اینو میبینه میترسه، میگه اوه 3 تا براکت، 3 تا براکت درجه 2 داره، ولش کن. اما حل این سوال یه ثانیه هم طول نمیکشه برای دانش آموزی که فهمیده باشه. ما گفتیم حاصل براکت باید عدد چی باشه؟ صحیح. خب این عدد صحیح، اینم عدد صحیح، اینم عدد صحیح، سمت چپ عدد صحیحه، میتونه مساوی 1/5 باشه؟ نه، پس این معادله جواب نداره. اینجا هم توضیحشو گفتیم، نگاه کن، نوشتم توجه کنید در سمت چپ چند براکت با هم جمع میشن و حاصل باید حتما عدد صحیح شد، پس معادله جواب نداره، به همین سادگی. پس حواستون باشه گول نخورین از ظاهر سوال. سوال بعد گفته اگر x منهای y باشه 1 و براکت x به اضافه y باشه 8، آنگاه براکت ایگرگ کداست؟ خب من براکت ایگرگ رو میخوام، پس باید محدوده ایگرگ رو پیدا کنم. از کجا؟ از این رابطه هایی که به ما داده. رابطه هایی که به ما داده چی هست؟ براکت ایکس به اضافه ایگرگ رو داده 8، پس ایکس به اضافه ایگرگ میشه بین 8 و 9، گفتیم بین خودش و یه دونه بیشترش. من مگه ایگرگ رو نمیخوام؟ پس باید اون ایکس اون وسط نباشه. ببینی؟ ما داریم x مساوی y به اضافه 1، این از کجا اومد؟ x منهای y مگه نیست 1؟ منهای y رو ببریم اونور، x میشه y به اضافه 1. پس به جای این xی که اینجا هست میتونم بنویسم y به اضافه 1، پس شد y به اضافه 1 به اضافه y بین 8 و 9. خب یکم اون وسط اضافیه، منهای 1 میکنیم، 2y میشه بین 7 و 8، به 2 تقسیمش کن میشه y بین 7 دوم تا 4.
حالا هفت دوم چنده؟ سه و نیم. عدد اون بین سه و نیم تا چهاره، پس براکتش برابر با چند میشه؟ سه. دقت کنی، فکر نکنی همیشه جواب میشه این سمت چپیه ها. الان هفت دوم سه و نیم که اصلا عدد صحیح نیستش که. ما گفتیم حتما وقتی که میبینیم اون محدوده داخل براکت بین دو تا عدد صحیحه، جواب میشه عدد کوچیکه. الان اینجا ایگرک شده بین سه و نیم تا چهار، یعنی یه عدد سه و خورده ایه. سه و خورده ای براکت چند میشه؟ سه. تمام. سوال بعد گفته اگر براکت x به اضافه x باشه منفی 1، آنگاه براکت x به اضافه 20 کدام است؟ تو فیلم قبلی شبیه به این رو حل کردیم، مال سراسری 88 خارج از کشور بود. این مال سراسری 88 داخل کشوره، از اون ساده تره. دقت کنیم. خب اول ببینیم مثلا داده مسئله به ما چی هست. براکت x به اضافه x مساوی منفی 1، من از روی این باید محدوده x رو پیدا کنم. گفتیم وقتی براکت مساوی یه دونه عدد صحیحه، اون داخلش میشه بین خودش و یه دونه بیشترش. حل این مدل نامعادله ها رو دیگه ایشالله بلدی دیگه. یه بار این وریه رو حل میکنیم، یه بار این وریه رو حل میکنیم، بعد اشتراک میگیریم. نگاه کن، اول دارم سمت چپیه رو حل میکنم، x دو اضافه x بزرگتر مساوی منفی. بعد سمت راستیه رو حل میکنم، x دو اضافه x کوچیکتر از صفر. خب اینجا رو ببینید، اگه منهای یک رو ببریم اون بر، میشه x دو به اضافه x به اضافه یک بزرگتر مساوی صفر. خب این یه معادله درجه دوه. برای تعیین علامت ما ریشه هاش رو میخواییم، میانیم دلتاش رو حساب میکنیم، میبینیم ا دلتاش منفیه، ضریب درجه دوش هم مثبته. تو تابع درجه دو یاد گرفتیم که اگه دلتا منفی باشه، ضریب درجه دو مثبت، همیشه عبارت مثبته. پس این چیزی که میخواد از ما مثبت باشه همواره برقرار، یعنی اصلا با این شاخه هیچ کاری ما نداریم. پایینی رو ببین، x دو به اضافه x کوچیکتر از صفر. خب باید تعیین علامت کنیم، x در x به اضافه 1 کوچیکتر از صفر، ریشه ها صفر و منهای 1. جدول تعیین علامت رو میکشیم، مثبت منفی مثبت، پس اون x هایی که ما میخوایم بین منهای 1 تا صفره. وقتی که xمون بین منهای 1 تا صفر میشه، حالا نگاه بکنی، جواب نهایی شد x بین منهای 1 تا چند؟ صفر. طراح چی خواسته بود؟ طراح از ما براکت x به توان 20 رو خواسته. گفتیم x هایی که بین منهای 1 تا صفرن، از این عدد فسقلیا هر چی به توان برسن کوچیکتر میشن. چون به توان 20 رسیده و توان 20 زوجه، پس حتما مثبت میشه و میفته بین 0 و 1. بنابراین وقتی x به توان 20 بین 0 تا 1، گفتیم براکت کوچیکه رو میگیره، پس براکت x به توان 20 برابر با چند میشه؟ 0. سوال بعدی یکی سوال قشنگیه که تو براکت همه جا مطرح میشه. گفته معادله براکت x پنجم مساوی x سوم چند جواب داره؟ دانش آموز اینو نگاه میکنم میگن خب ای ول دیگه، پس براکت مساوی یه چیزیه، داخلش بین خودش یه دونه بیشترش. ولی من قبلش میگم یکم فکر کن، براکت مساوی هر چی بود این کارو میکردیم، یا براکت مساوی یه عدد صحیح بود، باریکالله عدد صحیح، پس اولین کاری که باید انجام بدیم باید x سوم که حاصل براکت مساوی کا قرار بدیم، مساوی یه عدد صحیح قرار بدیم. از اینجا x میشه 3k، پس به جای همه x ها میذاریم 3k. چی میشه؟ میشه براکت x پنجم مساوی x سوم، حالا جای 3k بذار، براکت 3k پنجم مساوی با k. حالا براکت مساوی یه چیزیه، پس داخلش میشه بین خودش و یه دونه چیه؟ بیشترش. داخلش میشه بین خودش و یه دونه بیشترش. خب ببین، من کلن آدمیم که تو اینجور مواقع حوصله مخرج مشترک گرفتن ندارم، میام همه رو توی 5 ضرب میکنم تا از شر مخرج مشترک راحت شم. حالا باز دوباره از این نامعادله هاست، یه بار باید سمت چپیه رو حل کنیم، یه بار سمت راستیه و اشتراک بگیریم. ببینی، اول 3k بزرگتر مساوی 5k، بعد 3k کوچکتر از 5k به اضافه 5. اگه اون بالایی رو بخوایم ادامه بدیم، میشه 5k منهای 3k کوچکتر مساوی 0، میشه 2k کوچکتر مساوی 0. پس طبیعتا کا منفی بوده که ضرب در 2 هم شده منفی بوده. این پایینیه چی؟ میشه منهای 5 کوچکتر از 2k، میشه کا بزرگتر منفی 5/2. حالا اشتراک بگیر، میشه بین منهای 5/2 تا 0. بعضیا همینجا میگن خب بی شمار مقدار کا. غلطه، ما گفتیم کا حتما باید عدد صحیح باشه، پس بنابراین میام میگم کا بوده منفی 2 منفی 1 و 0.
من K رو میخوام؟ نه، من X رو میخوام. X برابر با چی بود؟ X بود 3K، پس 3 برابرش کن، منفی 6 منفی 3 و 0.